رصد و بازنگری توطئه‌های از پیش طراحی شده علیه سلسله گنابادی و قطب جلیل القدر حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه در این مجموعه 22 قسمتی به رصد و بازنگری توطئه‌های پرداخته ایم که دشمنان قسم خورده فقر و درویشی از طریق آن به دنبال برچیدن عرفان و تصوف از سرزمین ایران مهد معنویت و انسانیت هستند. در پایان این مجموعه چندین برنامه به صورت تجزیه و تحلیل ارائه خواهد شد تا خردمندان و اندیشه ورزان با مشاهده آن به عمق توطئه‌ها و دشمنی‌های معاندین عرفان و تصوف و مکتب فقر و درویشی پی برده تا با حفظ عنصر اتحاد، وحدت و همدلی همچون بنیان مرسوس در صدد دفع و رفع آن برآمده تا علم راستین حق و حقیقت را بر فراز قله‌های معنویت استوار نمایند. با درود و سلام به دوستان عزیز، با بخش سوم این مجموعه در خدمتتون هستم. همونطور که میبینید در راستای فرافکنی هایی که نسبت به پایگاه خبری مجذوبان، این خبرگزاری صوفیه به عنوان میکرو رسانه معاند و ضد تصوف در تلاش هستش، دامن زدن به اتهاماتی هستش که به برخی از فقرا در سلسله منتسب میکنن و در اینجا پستی رو منتشر کردم به عنوان مجذوبان نور به پایان، به خط پایانش رسیده. به نظر میرسه که مواضع برخی از بزرگان در سلسله و اعلان براءت ها به مزاج آقایون خیلی خوش اومده و سعی میکنن که مرتب بر این گونه اقدامات و تحرکات دامن بزنن. اینجا همینطور که شاهد هستی نوشتن که در 3 روز با افشاگری هایی که توسط این کانال صورت گرفته 1000 نفر از فقرایی به گفته آنها حقیقت طلب و یا دراویش واقعی از کانال مجذوبان نور خارج شدن. نشون دهنده این هستش که چقدر برای این توطئه چینان در واقع تعداد فالوورها و کسانی که پایگاه های خبری دراویش رو به نحوی دنبال می کنن و یا صفحات مجازی خود این آقایون رو اهمیت داره و نشون میده که با چه دقتی میزان واقع مخاطبین این رسانه ها رو مورد سنجش قرار میدن. اینجا نکته خیلی مهمی رو بهش اشاره کردن که در واقع گفتن عامل نفوذی مجذوبان در دولت سرا چه کسی هستش، اما به طور ضمنی انتشار چنین پستی حکایت از دغدغه ذهنی خود این اشخاص داره، به این دلیل که اینکه در دولت سرای حضرت آقا چه کسانی رفت و آمد داشته باشن و چه کسانی عهده‌دار امور باشن از ویژگی خاصی برخوردار هستش. اونها نوشتن که تأثیرات عوامل نفوذی گروهک سیاسی مجذوبان نور بر مشکلات به وجود آمده امر غیرقابل انکار هستش، به نحوی که خدهی این افراد با هدایت رهبران این گروه در مسائل مختلف ظهور پیدا میکنه. اونها از اشخاص مختلفی نام بردن که در دولت سرا فعالیت میکنه، همینطور فعالیت های پزشک خصوصی حضرت آقای مجذوب علی شاه به شدت موجب نگرانی این اشخاص هستش. اما دغدغه اصلیشون این هستش که این اشخاص در دولت سرا اتفاقات پیش آمده رو تونن رصد بکنن، تحت تاثیر قرار بدن و در واقع در جریان امور قرار بگیرن. اینها همه بخشی از دغدغه ها و نگرانی اشخاصی هستش که در ابتدای امر مشخص میشه که چرا نسبت به فعالیت های این بچه های مجذوبان نور حساسیت دارن. همینطور که میبینید بعد از انتشار اون پست تصویری از پزشک خصوصی آقای مجذوب علی شاه و یکی دیگر از خادمین دولت سرا رو منتشر کردن که نشون دهنده نگرانی های اونها از حضور چنین اشخاصی در دولت سرا.